رگو وزیر ترابلیواز کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرده این کشور پشت حمله اخیر به پایگاه هوایی هشتم شکاری اسفهان بوده این برای اولین باره که یک مقام اسرائیلی به صورت رسمی دست داشتن این کشور را در حمله به پایگاه هوایی اسفهان مورد تعییز قرار میده و با خبر شدیم که اسرائیل دوباره پایگاه سپاه رو در غرب تهران هدف قرار داده صدای مهیبی به گوش هموطنانمون رسیده اما رگو در گفتگو با کانال 14 اسرائیل گفته عملیات این کشور در اصفهان در واکنش به حمله موشکی پهبادی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل صورت گرفته او افزود ما با پاسخ خود پیام میرسال کردیم که سوی ایران دریافت شد و دنیا فهمید که اسرائیل احمق نیست افزایش تنش ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفته های اخیر به نگرانی ها در خصوص شعله ور شدن آتش درگیری ها در خاورمیانه دامن زده است به گزارش روزنامه ها از زمان آغاز جنگ غزه 18 عضو سپاه پاسداران در سوریه در حملات منتصب به اسرائیل حذف شدند در آخرین مورد از این اتفاقات و 13 فروردین به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در جریان آن 7 عضو سپاه پاسداران حذف شدند در واکنش به این رویداد جمهوری اسلامی 25 فروردین با بیش از 300 موشک کروز بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود. اسرائیل هم در پاسخ به عملیات نظامی جمهوری اسلامی با امداد 31 فروردین پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان را هدف قرار داد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای از سوی خبرگزاری ها نشان می‌دهد بر اثر حمله اسرائیل یک بخش کلیدی از سیستم پدافندی اس مستقر در پایگاه شکاری اصفهان نابود شده است. وزیر ترابری اسرائیل در ادامه مصاحبه خود به همزمانی عملیات این کشور علیه شبه نظامیان فلسطینی و افزایش تنش ها با تهران اشاره کرد و گفت ما در خصوص حمله به رفح تردید داشتیم ارتش ما در خان یونس بود و سپس با ایران مواجه شدیم توانستیم با استفاده از فناوری اسرائیلی و تصمیماتی که گرفتیم پرتابهایی رو که برای اولین بار از ایران به سوی اسرائیل زده شده بود رهگیری کنیم به گفته ارتش اسرائیل 99 درصد از موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی توسط متحدان آن ساقط شدند. هفته نامه در گزارش حمله حکومت ایران به اسرائیل رو یک شکست نظامی خوند. عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی در زمان حسن روحانی با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که میزان چاپ پول در دولت رئیسی از همه ادوار در تاریخ ایران بیشتر بوده است. او در این ویدیو که به تازگی منتشر شده گفت از زمان هوخشتره هو تا شهریور 1400 مجموع پول چاپ شده 519 هزار میلیارد تومان بوده اما در دولت رئیسی و از شهریور 1400 تا پایان سال 402 دیگه دو نیم سال دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و همین موضوع علت افزایش تورم است. هفته گذشته او در مصاحبه با شبکه های خبری ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت به گزارش تدیدیان بانک مرکزی که برای قوه قضایی ارسال شده اشاره کرده و گفته بود بر اساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده نرخ تورم را اعلام کنیم عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود پس از مصاحبه همتی رسانه های حامی حکومت به انتقاد از او پرداخته و آمار اعلامی او را زیر سوال برده و به وضعیت اقتصادی کشور در زمان ریاست او در بانک مرکزی پرداختن که با پاسخ تند همتی هم روبرو شدند آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی بخش از ادعای عبدالناصر همتی را تایید کند. رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی درباره دو نیم سال پس از شهریور 1400 صحبت می کند یعنی آمار مربوط به اسفند سال 1402 است اما هنوز نماگر سه ماهه سوم سال 402 هم منتشر نشده آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر و در دست عموم است لاقل بخش صحبت های همتی را تایید می کند. رقم پایه پولی در شهریور 1400 برابر 5189 ممیز 2000 میلیارد ریال ذکر شده یعنی همان عدد 519 هزار میلیاردی که همتی گفته از طرفی آخرین شماره نماگر مربوط به سه ماهه دوم سال 1402 هم نشان میدهد رقم پایه پولی در شهریور 402 به 9811 ممیز 3000 میلیارد ریال رسیده که یعنی افزایش 89 درصدی در دو سال عموم مردم به گزارشی که همتی به آن استناد کرده دسترسی ندارند اما اگر ادعای درست باشد یعنی از شهریور سال گذشته تا اسفند ماه دولت ابراهیم رئیسی حدود 138 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده این اولین بار نیست که دولتی به چاپ اسکناس برای تامین منابع متهم می شود آمار پایه پولی که زیربخش متغیرهای پولی و اعتباری نماگر بانک مرکزی چاپ میشد نشان میدهد در شهریور 92 که حسن روحانی روی کار آمده بود رقم پایه پولی کشور حدود 961 هزار میلیارد ریال بوده که تا شهریور 1400 که تقریبا برابر اتمام دوره 8 ساله او بود به 9811 هزار میلیارد ریال رسیده که یعنی حدود 10 برابر طی 8 سال به بیانی از زمان هوخشتره تا شهریور 1392 مجموعا 961 هزار میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده و از شهریور 92 تا شهریور 1400 دولت روحانی 8850 هزار میلیارد پول چاپ کرده بنابراین افزایش حدود دو برابری پایه پولی در دو نیم سال اول دولت رئیسی هرچند نسبت به ابتدای دوره حسن روحانی بالاتر است اما به نسبت کل دوره حسن روحانی زیاد هم خلاف رویه لاغل سه دولت اخیر در جمهوری اسلامی نیست فرشاد مؤمنی اقتصاددان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در نشست بررسی کتاب تسخیر دولت گفته باید یاد بگیریم از برخوردهای صفر و در مواجهه با اندیشه ها پرهیز کنیم چقدر قبیح و چقدر سقوط اندیشه در جمهوری اسلامی محسوب می شود که متحری در یکی از سخرانی های خود قسم جلاله می خورد و میگوید اگر جمهوری اسلامی تأسیس شود تلاش می کنم تا برای معرفی مارکسیست در دانشگاه الهیات یک استاد بسیار باورمند و با کیفیت بیاورم ببینید از آنجا به کجاها سقوط کرده و دامنه ی حسب و سانسور کردن اندیشه ها به کجا رسیده به جایی رسیدیم که حتی اندیشه های شریعتی هم توسط برخی تحمل نمی شود و کتاب متحری را به جای نقض کردن خمیر می کنند و این کارها را به نام دین انجام میدن. او همچنین تاکید کرد با تکیه بر کتاب تسخیر دولت سه نشانه اصلی وجود دارد که حاکی از پدیده تسخیر دولت است که این سه نشانه عبارت است از تسلط پول و سرمایه بر سیاستگزاری ها عدم تغییر سیاستها با تغییر دولت ها و افراد و عدم توجه به مسائل واقعی جامعه در ایران سالمترین و با شرافت افراد متهم به نفوذ می شوند نفوذی کسانی یعنی که فقر و فلاکت و وابستگی را افزایش می دهند. این اقتصادان خطاب به رؤسای قوا گفت تا کار به فاجعه نکشیده رویه ها را تغییر دهید سقوطتان نزدیک است و شما خود گواه بر این دارید و میدانید و مطلع هستید که خشم مردم در آستانه انفجار است. هشدار فرشاد مومنی، اقتصادان و مدرس دانشگاه به رؤسای قوا باعث شد که سر و صدای عجیبی در درون حکومت برپا شود. او میگوید تا کار به فاجعه نکشیده رویه ها را تغییر دهید وگرنه خودتان با دستان خودتان نظام جمهوری اسلامی را ساقط خواهید کرد خشم مردم در آستانه انفجار است و این سکوتی که میبینید آتش زیر خاکستر است